بینده های عزیز تلویزیون ملی سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های میهن من با من ندا محمد نوری از ولایت پروان خوش آمدید. برنامه امروزی ما در رابطه با نهال شونی یا غرس نهال بهار سال 1402 است که یک برنامه بسیار خوب از طرف ریاست زراعت در همکاری ریاست های محیط زیست، شهرداری شهر چارکار و ریاست اطلاعات فرهنگ را اندازی شده. این برنامه ابتدا از تپه ارغوانزار گلغندی آغاز شد و امکنون ما در مرکز شهر چارکار اینجا آمدیم و اینجا مقامات هر کدام بنوبی خود نهالا را غرس کردن. خواستیم که این برنامه را با شما یک جا شریک سازیم. خدا کنه که تا آخر برنامه با ما باشید. که ما شما زندگی خدا اساس اسلام، اساس نظام اسلام، قانون اسلام را بگردانیم و قدر نعمت های الله متعال را بکنیم، قدر آب را بکنیم، قدر هوا را بکنیم، قدر زمین را بکنیم. این نعمت های الله متعال است که به ما داد، نعمت های که سبب زندگی ما شماست، نعمت هایی که بیش قیمت است، این را قدرش بکنیم. و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما هر زنده جان را از چی آفریدیم؟ از آب. و ترى الارض حامدتا، شما زمین خشک را میبینین. فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، وقتی که ما سرش پانی را آب نازل میکنیم چی میشه؟ تر و تازه میشه. انبتنا من کل زوج بهیج، و هر قسم گیاه و سرسبزی تر و تازه به نتیجهش میبره. دیگه زندگی ما و شما به آب است، باید قدر از این را بکنیم، از آلودگی و از اسراف جلوگیری کنیم. نبی کریم صلی الله علیه و سلم حضرت سعد رضی الله تعالی عنه وضو میکرد، سرشان گزارش شد، برشان فرمودند که چرا اسراف میکنین در آب. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه فرمود افی الوضو اسراف، آیا در وضو هم اسراف است؟ نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمود بله، ولو اگر شما در پهلوی نهر جاری هم باشین بازم اسراف است. قدر هوا را بکنیم. و من آیاته ان یرسل الرياح مبشرات، نشانی الله متعال چی است؟ که هوا را میفرسته، و هوا خوشخبری و مژده چی را میداشته باشه؟ رحمت الله متعال را. تنفسی که ما و شما میکنیم چی است؟ هواست. یعنی زندگی ما و شما بر هواست. کوشش کنیم که از آلودگی هوا جلوگیری شود. زمین و آیت لهم الارض المیتت احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون، نشانی الله متعال چی است؟ زمین مرده به ذریعه بارش الله متعال او را زنده میکنه. فمنه یأکلون، پس از او شما میخورین. و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب، و از این زمین الله متعال به شما باغات خرما و باغات مختلف را سرسبز میکنه. و فجرنا فیها من العیون، و از این زمین چشمه ها میباشه. قدر نعمت های الله متعال که اساس است بر ما، حول ما، بر محیط ما عزور بکنیم. آب است، هوا است، زمین است. دو وطن اقتصاد تا هم دیر مهم گتا رسی. حقا که مسمری و نیخو لا دیر خدا که غیر مسمری ایم دا دو وطن اقتصاد تا مهم گتا ده. نو خبر نوگ دا آخری خبر دا چیز منگ هر فرد باید پدیه که کوشش بکو
کچیر د افغانستان دغه وګړي دی هر یو 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 نهال پزان باندې دا لازمی کی چې کینې او د ثواب په نیت کینې چې دا الله پاک ته سجده کی زب په دغه ثواب کې شریک 15 لاس کا کینې خو ډیره لوی خبره ده نو تاسو ګورئ 40 میلیونه نګي یا زیات کم کا په یو کال کې کی خود لسینو دا به وطن په آبادی کې څو نغټ نخښوي او یوازې خودل نه په اکثر ځایو کې داس کیږي چې وګورې نیالګي وی یو چا وی خوي خو بیا پالنه نه کی نو هر څوک دا کوشش وکړي لګ نیالګي دا کینی خو پالنه دی وکړي پالنه ډیره ضروری ده که یو نیال یو چا کې خو د پالنه یو نه کړاغه وچیږي نو دغه د سعی یو کوشش عباس دی خو ښه دا ده که هر چا لګ یا ډیر نیالګي کې خو د کوشش دا وکړي دا د په نظر کې ونیسي چې د دغه پالنه بازه کم پالنه دا معنی چې اوبه به ورکوي د اوبو ترتیب ورته برابر وي نو چې دا نیال زرغون سي او ډیر داسې نیالګي دي چې عمرونه یې په دې ونو کې بعضې داسې هغه دي چې عمرونه یې ډیر دراز وي نو تاسې ګورئ چې په دې ثواب کې دی شریکي دا یو لوی ابتکار دی یو لویه صدقه جاریه ده نو په دې کې مونږ د دغه ریاستو سره چې زراعت ریاست ده یو شاروالۍ ده محیطي زیست ده یا نور کوم ریاستونه پکې ګډون لري مونږ خپله پوره پوره همکاري ورسره اعلانوو انشاءالله څه زموږ وس کې مونږ هغې همکارۍ ته حاضر یو نو تاسو ته معلومه ده خبرې اوږدوم نه مشران به دلته خبرې کوي چې سږ کال مونږ د نیال شانۍ په چوکاټ کې آیا څومره آمدګي ریاست زراعت د پروان آمدګي لري تر څو چې نیال شانۍ د دې توزیع شروع کړي او د خپل ګران افغانستان سرسبز او آباد کړي نو عزتمندو په مجموع کې مونږ سږ کال چې د خپل نیال شانۍ نیالګي اعلانوو په څومره تعداد کې څلور شپېته زراعت څلور سوه اووه شپېته نیالونه مونږ اعلانوو سږ کال پروس کال مونږ دلته د خپل نیال شانۍ د خپل نیالګیو تعداد اعلان کړی و د 8000 پورې نو سکالی الحمدلله دومره افزایش راغلی دی چې ریاست زراعت څلور شپېته زراعت څلور سوه اووه شپېته نیالګي اعلانوي په دې کې خپله ریاست زراعت څومره نیالګي روزلي دي څلېری زره یو سلو یوویشت نیالګي او د منګه اتحادیه د قریهدارانو چې یو اتحادیه لرو چې هغوی خپل باغونو کې نیالونه روزلي دي نهوي زره درې سوه اوویشت نیالګي د منګه قریهدارانو هغه روزلي او تربیت کړي دي اتحادیه د قریهدارانو الله دې نورم توفیق ورکړي چې د دې وطن په سرسبزۍ او آبادۍ کې هغه نورم دوی قدم کېږدي افراد انفرادی افراد چې څومره نیالګي روزلي دي یو نظر نونس نیالګي دوی روزلي دي او تربیت کړي دي نو دغه زمونږ د ریاست زراعت هغه نیالګي دي چې سکه مونږ اعلان کړل په دې کې د ټولو مسؤلینو نه مونږ همکاري غواړو به خاص کر مربوطه زمونږ په نیال شانۍ کې چې زمونږ سره مربوط دي امین یال شانۍ ما و شما که فکر کنم تقریبا که ریاست زراعت و ریاست شاروالی و محیط زیست و دیگه موسسات که جمله مجموع کل اگه جمع کنی تقریبا در 80,000-90,000 میرسه در این کل اگه بودجه امارت اسلامی مصرف شده ای تا که در اینجا رسیده شده که امین یال تامی اندازه رسیده و اینال در غرستشان آماده شده در این مصارب شده و امی بودجه که اینال شاروالی مصرف میکنه این بودجه دولت است از این رایت است یک خواهش ما از مردم اینمی است که امی که مولای صابا ارزش های دینیشان برای ما و شما تقدیم کرد اینال امی نگاه کردن امی نهال و امی آب دادن امی نهالا و از این که امین حال به می جای برسانیم که از او برای ما اجر مهیا میشه این دزیمه ما و شما کلگی است چیزی که امکانات دولت اسلامی است انشالله او
همه امکانات در خدمت شما عرضه میکنه و چیزی که در ساحات نال نیال شانده میشه نگاه کردن و کم کمک همکاری همی ملت که نباشه ای تقریبا پس خشک میشه. به می آب دادن و به نگاه کردن ازی کل گیرایت خواهش ما همیست که باید ختم ما مکمل همکاری کنه و اگه همکاری نکنه امکان داره نال تقریبا 80,000 نهال یا 90,000 نهال که چی قصد بودی جای دولت ای مصرف شده و باز یا خشک میشه یا رسیدگی نمیشه در ای که ای را نگاه شوه ای باز مسئولیت مشترکن از ما و شما است. دادی کلاو دادی آبادی ده پارا زن تا ادارات شده که چوک یو ظلم کهی در غی مخنیوی در غوی نیول او بیا یو اداره تسپارل چه پا اغا بانده در عدل در انصاف فیصله وشی اغا پا محاکمو یا کم ادارات چه در جنایی جرمونو پورانده مبارزه کهی در غوی مخنیوی کهی پا صداقت و پا اخلاص سره چه کهی نو اغا در وطن آبادی خکلا پا در غشارو سر رسی و ظاهری کلا او ظاهری آبادی اگه دغه د چنن منګه او تاسو په دغه مجلس کې سره راټولیو زراعت شهرسازی شهروالی محیط زیست دغه اداري دي چې منګه او تاسو د وطن کلا ربخي وطن ظاهرا کلا کوي او مونږ ته آبادوي نو الله ته الله دې دوی ته جزای خیر ورکي چې دغه مجلسونه او دغه سي عمل تر سره کوي خلق دعوتي خپل هم زیار وباسي نو مونږه د دغه اقدام نه د دوی دغه اقدام نه خوښ یو. الله دې وکړي چې هغه نیالګي چې په تیر وخت کې ایښودل شوي د هغوی دپاره هم محافظت وکوي او د آینده دپاره هم په داسې ځایونو کې چې هلته یقیني ضرورت دی وطن پرې آبادیږي. اکلا نکلا دخمن تا منگ ثابت کو چه منگا دو وطن ساتون کیو دو دی وطن بچیانو هم پا ظاهری لحاظ سره منگا آبادو هم پا معنوی لحاظ سره نو منگ او تاسو کوشش اوکو هر یو دا خپل پریزه و گنو چه یو یو نیالگه خو اقلا باید هر سره یو یو نیالگه که نی کچه تا طول دا زمان افغانستان اولس دیر اولس ده که دا طول کوشش وکی چه یو یو نیالگه که نی او آقا یو نیالگه او کرین وطن چه ده خماخه آبادیگی که تاسو دی غرون تا او گوری کم غرون چه هغل تا پکی بوتی اوونی نوی آقا دا سی سپیرخ کاری او کم غرون چه پا آل تا پکی نیالگی وی آل تا ونی وی آل تا بوتی اینو آقا خایستخ کاری. دا نورستان ولایت ده آقا چه ده هیواد میلی پارک ونو مور شو سرب ده غوانو او ده بوتو پواجه چه آقا خایسته ده ده نورستان خایست پا دقیقه که ده چه آقا تا نیالگی دی ونی دی نختر دی ام دارنگی واس یا دادری و رزمخ کیلان وشو چه ده ننگرهار ولایت در اینور و لسوالی هم ده هم پا میلی پارک باندی نو مول موکی ده دقیقه ده واجه نه چه آقا شنه او سرسبزه ده آباده ده نگو که منگو تاسو کوشش اوکو ده پروان ولایت چه ده هم د هیواد په سطح حدیته د هیواد بڼ ویل کیږي چې ځکه چې دا سرسبز ده نو موږ تاسو نور هم کوشش وکړو دغه ملک ته دغه ملت ته دا خدمت وکړو چې دا د وطن په آبادۍ کې کوشش وکړو او په هغې کې برخه واخلو غرونه یې سمسور کړو دغه نیالګي وکړو د دې دغه دښتې چې دي دا خړې پړې دښتې دا په شنو ګلونو باندې په نیالګیو باندې سمسورې کړو. ملي اداره د نورو کلونو په کلونو په څیر په 1402 کال د پسرلي موسم پر رسیدو سره په ټول هیواد کې د نیالګیو ملي کمپاین پیل کړی دی. نو د ملي ادارې د هدایت سره سم د پروان ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست نوموړی کمپاین د 1402 په 9 نیټې علاوه د نیالګیو کینولو کمپاین د پروان ولایت د مقام تر مشرتابه لاندې پیل کړی دی. هدف مو له دې کمپاین څخه یو زرغون او سمسور چاپیریال درلودل دي. نو راځئ چې یو نیالګي په کینولو سره د خپل چاپیریال سمسور کړو او د یو نیالګي کینولو سره د یو زرغون او سمسور چاپیریال په جوړولو کې ونډه واخلو. د بریا او پرمختګ نیالګي نیالی کامیابی و ترقی له توجه څخه مو زیات مننه. ما د زمینه ازی که دهقان هستیم نهادهای رسمی در چوکات امارت اسلامی به نام
انجمن قوریداری، انجمن تولیدات کنندگان زعفران، انجمن عسل، انجمن تولید کنندگان نبات سایبین، شرکت های تخمای بذری، این نهادهای هم رسمن ما فعالیت دولت پروان داریم و خوشبختانه نهالهای مسمره که از ولایت پروان تولید میشه و تخمای اصلاح شده بذری ای هم در سطح زون مرکز است نه دولت پروان. امی اقلیم خوبه که در پروان داریم، آب آفر داریم، ما توانستیم که غیر از ولایت پروان در ولایت دیگه تولیدات خود ما عرضه کردیم که ای به ریاست زراعت و اداره و وزارت زراعت معلوم است. دوستان محترم، نهال اهمیتش خواهم ایتان گفته، واقعیت هم که از فرسودگی خاک حفاظت میکنه، از سایش استفاده میشه، از برگ حیوانات استفاده میکنه، از میوهش استفاده میشه، حتی از دوخت شاخچبوری از ایزوم از استفاده میشه. بسیار زیاد تشکر همون طور که میدانین که کشور عزیز ما یکی از گپای مهمی است که بر سرسبزی و غرس نهال بیشتر ضرورت داره، چون ما بر محیط زیست سالم ضرورت داریم و محیط زیست سالم مستقیما با زندگی شهروندان، بالای زندگی سالم شهروندان تاثیرات فوق العاده داره. از این رو ما از اقدام نهادهایی که به خاطر سرسبزی شهر و محیط زیست تلاش کردن و زحمت بخرن تشکر میکنم. یقینا در کنار نهادهای مسئول، مسئولیت شهروندا هم هست که در قسمت حفظ و نگهداری محیط زیست کوشش بکنن که حداقل با بهار سال نو هر شهروند مسئولیت شهروندیش که یک درخت در اون محوطه که زندگی میکنه غرس بکنن، به خاطر چون محیط زیست و محیط سبز ضامن بقای سالم شهروندان و انسان ها در جامعه است. از این لحاظ من فکر میکنم که شهروندان هم در کنار مسئولین مسئولیت دارن که نهال شانی بکنن و در این کمپاین ملی که خوشبختانه امسال زیر نام شعار نهال پیروزی و ترقی است، ما با امید از اینکه همه شهروندان در این قسمت سهم بگیرن و کوشش بکنن نهال غرس بکنن در سرسبزی. و یک نقطه دیگه در کنار از اینکه ما مسئولیت میگیریم وقتی نهال غرس میکنیم، یک مسئولیت کلان دیگه ما است که در قسمت آبیاری از باید توجه جدی صورت بگیره. یقینا اگر ما هر قدر نهال غرس بکنیم اما در قسمت آبیاری از توجه نکنیم، بنان این حالا خوش میشه و بالاخره کار به نتیجه می. این مسئولیت هم شهروندا است و هم نهادهای سکتورهایی که در این قسمت نهال غرس میکنن توجه جدی به خرج بدن که در قسمت آبیاری از هم کوشش بکنن. به نظر ما خانه هلشانی در عموم خوب است و همه از اعظمی ولایت پروان که باشن باید نهال بشانن و یک موضوعی را می خوام یادآوری کنم، ولی است که ما نهال میشانیم ولی برازو توجه نمیکنیم، یعنی برازو نمیتیم به در سر و زور برابر نمیکنیم، باید قیچی کاری شه و آبیاری شه. وضعی از ولایت پروان است، در بعض جایش نهال شاندیم ولی آبیاری نمیکنن. وزارت زراعت منزی خواهشمند است و وقتی نهال شانده میشه به عوضی توجه شوه، یک نفری باشه که حداقل هفته یک بار یا مثلا دو بار سه بار آبیاری کنن که حداقل باشه که یک درخت خوب یک حاصل خوب شه به ولایت پروان. تشکر بیننده عزیز که تا این دم با ما بوده. تا برنامه های بعدی میهن من که باز هم در خدمت قرار میگیریم، همه ایتان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می سپاریم. خب بقیه برنامه های تلویزیون ملی را فراموش نکنید.